عاشقان بشارت، غمها دگر سر آمد، میلاد دخت پاک موسی بن جعفر آمد. سلام بر شما همراهان خوب مردم خبر، میلاد نور دیده رضا حضرت معصومه سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان و کاربران عزیز تبریک عرض میکنم. امروز روز دخترم هست و دهه کرامت آغاز شد. تبریک عرض میکنم به همه دختران عفیف ایران زمین. و بریم سراغ خبرهای امروز 13 تیر ماه. یه چند لحظه، چند دقیقه همراه من باشین تا فضای مجازیتون هم آپدیت بشه. با خبرهای سیاسی شروع میکنم. سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی که در سرزمین‌های اشغالی بار دیگر به شکل شورش اجتماعی از میان یهودیان اتیوپی تبار فوران کرده و خیابون‌های تل‌آویو را هم به میدان جنگ تبدیل کرده. قتل یک سیاه‌پوست و عدم برخورد با پلیس قاتل جرقه این دور از ناآرامی‌های اسرائیل هستش. تو همین ویدیویی که مشاهده می‌فرمایید، اینجا آفریقا یا آمریکای لاتین نیست، فرانسه هم حتی نیست که هر شنبه ویدیوهای اعتراضیشون در فضای مجازی منتشر میشه. اینجا قلب اسرائیل هستش که به آشوب کشیده شده. توییت براتون آوردم، توییت ترامپ هستش و ادامه تهدیدهای توییتریش علیه ایران. ترامپ در واکنش به صحبت‌های روحانی درباره گام اول ایران برای کاهش تعهدات برجامی در توییترش نوشته ایران تهدید تازه‌ای کرده. روحانی میگه اگر توافق هسته‌ای تازه‌ای نباشد، اونها اورانیوم رو تا هر میزانی که بخوایم غنی می‌کنند. ایران مراقب این تهدیداتت باش، ممکنه که برگرده و تو رو طوری بزنه که تو الان که کسی اونطور گزیده نشده. این اولین بار نیست که ترامپ در واکنش به تحولات مربوط به ایران با انتشار توییت تهدیدآمیز روی میاره. اون بعد از سرنگونی پهپاد متجاوز این کشور نیز گفت ایران مرتکب اشتباه بزرگی شده. این توییت جدید ترامپ بود در ادامه تهدیدهاش که براتون آوردم. اما بریم سراغ خبر بعدیمون رو. در ادامه جنجال‌ها درباره گزارشی که صدا و سیما از فروش نفت ایران در برنامه صبحگاهیش منتشر کرده، علاوه بر توضیحات روابط عمومی این برنامه، حالا مشخص شد که خبرگزاری ایلنا و ایسنا هم از جمله رسانه‌هایی بودند که قبل از صدا و سیما اقدام به بازنشر گزارش رویترز البته درباره دور زدن تحریم‌ها توسط ایران و فروش نفت به چین کرده بودند. اما به دنبال بازنشر همون گزارش از طرف شبکه 3، موجی از هیاهوی‌های سازمان یافته توسط رسانه‌های زنجیره‌ای و نشریات و کانال‌های همسو علیه صدا و سیما راه افتاد. کار هم حتی به جایی رسید که دیروز وزیر نفت گفت اگر این چیزها رو درست بگید، عملا پنبه کردن آن چیزی است که ما رشته ایم. اما واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور هم تصریح کرد که این خبری که از طرف صدا و سیما و برخی روزنامه ها و سایت ها منتشر شده به نقل از یک رسانه خارجی بوده و رئیس صدا و سیما اعلام کرده هدفشون این بوده که به آمریکا و دیگران بگه که اجازه نمیدیم فروش نفت به صفر برسه. توضیحات دقیق برنامه رو با هم دیگه ببینیم. در واقع خیلی ها گفتن که شبکه صدا و سیما اخبار خیلی محرمانه رو در اختیار دشمن قرار داده. چه اخبار محرمانه ای که در واقع دست فایننشال تایمز افتاده و خیلی رسانه های بین المللی دیگه؟ خواهش میکنم که ملاحظه بفرمایید. خدمتتون عرض بکنم که این روزنامه فایننشال تایمز، این گلوبال انرژی که تقریبا یه هفته دارید نگاه میکنید، تاریخاش مال 5 تیره، در واقع 26 جوان، و اینا دقیقا همین گزارش رو با جزئیات بیشتر منتشر کردن. من یه ذره فاصله بگیرم که بیننده های عزیزمون بهتر و راحتتر ملاحظه بکنن. دوستان اگر ممکنه تصاویر بعدی رو هم کم کم به ما نشون بدید. اینا منابعی بودش که به اصطلاح در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شده بود. به فاصله اندکی بسیاری از خبرگزاری‌های داخلی و عمدتاً
دولتی و هوادار دولت هم همین خبر رو انعکاس دادن. تاریخاشو الان با هم دیگه مرور میکنیم. این وبسایت روزنامه ایرانه. بعد از لغو معافیت‌های آمریکا تحویل اولین محموله نفت ایران، تاریخ شما لازم بفهمید مال 5 تیر 1398، امروز که با هم. خب اما بعد از اون لاریجانی عضو شورای نظارت بر صدا و سیما هم گفته گزارشی که صدا و سیما از فروش نفت ایران توی برنامه صبحگاهی پخش کرده چیز پنهان و محرمانه ای نبوده و شاید هم از نظری مفیده. بعضی از محورهای دور زدن تحریم ها نباید علنی بشه. صدا و سیما همواره در این خصوص خودش داهیانه عمل کرده و میکنه و اگر هم توی مواردی هم ابهام داره میتونه از شورای عالی امنیت ملی اون رو بپرسه، اما این تصاویر جزء اون موارد نیست. این یک خبر کلی از این اتفاقی که افتاده و خب شک و شبهاتی هم وجود داشته. بریم سراغ خبر بعدیمون و ویدیو کلیپی که توی فضای مجازی منتشر شد توی شبکه‌های اجتماعی که حاوی تصاویری از دختران با پوشش نامناسب بود که در انظار عموم شنا و قایق سواری می‌کردند. بله، در مورد دریاچه ولشت کلاردشت دارم صحبت میکنم که هنوز گزارشی در مورد این بدحجابی ها و این ویدیوی منتشر شده و این تصاویر توی دستگاه قضایی البته واصل نشده. متاسفانه و خوشبختانه این اقدام زشت این دختران از دید دستگاه قضایی تو همین الان پنهان مونده و تو الان از مهلکه قانون نجات پیدا کردن. دادستانی عمومی و انقلابی مرکز مازندران البته گفته که متاسفانه پدیده بدحجابی و کشف حجاب به صورت‌های مختلف در سواحل و مناطق جنگلی مازندران مشاهده میشه، اما گزارش در مورد پدیده بدحجابی در دریاچه ولشت کلاردشت به دستگاه قضایی هنوز ارسال نشد. حالا ما همچنان منتظر هستیم ببینیم که بالاخره به چه نتیجه میرسیم، چه سرانجامی داره این ویدیوها و کلیپهایی که منتشر میشه و که تموم میشه. البته بریم سراغ خبر بعدمون و انتقاد رهبر معظم انقلاب از بازارگردی حجاج در عربستان سعودی. به دعا و نماز و خشوع و توسل خیلی اهمیت بدید. واقعا فرصت حضور در مسجد الحرام و مسجد النبی یک فرصت مغتنمی است که برای انسان عادی به آسانی به دست نمیاد. حالا برای شما، برای اون حجاج محترم ایرانی حالا حاصل شده، توانستن توفیق پیدا کردن به اینجا رسیدند. دعای در مسجدین، نماز در مسجدین، طواف در مسجد الحرام، دعا، تضرع، توجه، اینها رو از دست نباید. اینی که بیفتن توی بازارها و از اینجا و اونجا و خرید و فلان، اینا خلاف شأن یک مؤمن قدردان حج ابراهیمی است. بسیار خب، امروز و فردا روز کنکوری هاست و ما هم براشون البته آرزوی موفقیت میکنیم. همونطور که میدونی الان فکر کنم دیگه شروع شده و الان سر جلسه کنکور هستند. افراد سودجو هم البته تو همین فواصل با دریافت مبالغی از این داوطلبان کنکور برای گفتن یک سری مطالب اقداماتی رو دارن انجام میدن که سازمان سنجش و دستگاه های نظارتی پیگیر هستند. و همینجا باید بگیم که گول این صحبت ها و تمام مطالبی که توی فضای مجازی منتشر میشه برای اینکه بخوان کمک بکنند و سوالات رو برسونن به داوطلبان نخورن داوطلبان عزیز. انشالله که همشون موفق باشن. اما باز هم امروز روز دختر هستش و روز تولد حضرت معصومه سلام الله علیها. باز هم این روز رو تبریک میگم. توی بخش خبری بعدی یک سری ویدیو کلیپ ها و تصاویر زیبایی که منتشر شده و کاربران هم هشتگش کردن رو براتون خواهم آورد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان. با مردم خبردار تیوی آنلاین باشین. بخش خبری ساعت 9.